درود فراوان بر شما. من هم به سهم خود به شما تمامی خوشامد میگویم و امیدوارم که در این چند روزی که با هم هستیم به برخی از مسائل مهم فرهنگ و تاریخ ایران بپردازیم. همونطور که در برنامه کنفرانس گفته شده، دلیل همایش خشونت شناسی از موضوعات مهم کنفرانس هستش و تاریخ شناسان و پژوهشگران به بررسی گونه‌های متفاوت دگرهراسی و چگونگی توانفرسایی اجتماعی، فرهنگی و دینی و حقوقی از کسانی می‌پردازند که در زادگاه پیش غیرخودی و پدیده پنداشته شده‌اند. این ایرانشناسان که خیلیشون رو شما باشون آشنا هستید، با روش و نگرش دانشگاهی مستند برای نخستین بار به بازتابی تاریخی روند پیوسته بهائی‌هراسی و خشونت‌زایی در ایران پرداخته و نشان می‌دهند که چگونه پیروان آیینی اصالتاً ایرانی در 160 سال گذشته با آزار و تبعیض پیگیر روبرو بودند. با بررسی بهائی‌هراسی و بهائی‌آزاری، شرکت کنندگان در این کنفرانس به شناسایی شالوده‌هایی می‌پردازند که فرهنگ ایران را از مدار غریب‌نوازی و دگردوستی به دگرستیزی و خشونت‌پروری گسیل داده است. صحبت خود من هم در همین مورد هستش و گفتمان‌های سیاسی ایران به خصوص در 70 سال گذشته کیش بهایی را آیینی بیگانه جلوه داده‌اند. این نگرش پیامد فراموشکاری‌های عامدانه برای غیر خودی برنمودن آیینی است که از دفن فرهنگ دینی ایران در نیمه دوم سده ۱۹ میلادی برآمده بود. زمینه غریبه‌سازی این جنبش شیعی ایرانی با تبعید رهبران بابی و بهائی به بغداد پس از بسیجان ناصرالدین شاه در 1852 فراهم آمد. در روایت‌های شبه تاریخی که در دهه 1940 اشاره یافتند، رهبران این جنبش ایرانی به توالی کارگزاران دولت‌های روسیه، عثمانی، انگلیس و اسرائیل قلمداد شدند و هدف غایی آنها فروشکستن وحدت دینی و ملی شمرده شد. ترویج این روایت‌ها که ایرانیان بهائی را غریبه جلوه داد، متقارن با اوجگیری دگرزدایی در کردارهای سیاسی و سیاستهای دولتی بود. آزار بهائیان و یهودیان، مبارزه با کمونیست‌ها و مادیگرایان و اقداماتی نظیر ترورهای سیاسی دهه 1940 همه نشانی از نمایانده شدن دگرپردازی و دگرزدایی در فرهنگ سیاسی ایران بود. دهه‌ای که دوره شکوفایی جنبش‌های مردمی شناخته می‌شد، زمانه پذیرش همگانی تئوری‌های توطئه بود. این تئوری‌ها که دست‌های خارجی را کارگردان امور ایران می‌پنداشت، در واقع شگردی برای دگرسازی و پاکسازی دگردینان و دگراندیشان از گستره زندگی فرهنگی دینی و سیاسی ایران بود. مقابله با بهائیان و بهائیان در یک قرن و نیم گذشته را می‌توان به دو گونه و دوره کلی تقسیم کرد. در گونه و دوره نخست که در دهه 1840 آغاز شد، جدل با علی محمد باب و اهل باب و بها جدل‌های درونی در فرجام شناسی شیعه بود. این جدل‌های آغازین زمینه دگرگونی مفهوم امام زمان و انتظار در فقه شیعه را فراهم آورد و بدون این پیشینه بابی ستیزی نمیشه تحولات در فکر شیعه جدل شناخت. در گونه‌های دوره دوم که تمامیش در دهه 1940 انسجام یافت، جدل‌های درونی جای به گفتمان‌های سیاسی داد که کیش برآمده از بحث فرهنگ دینی ایران را به کلی ساخته استعمارگرایان قلمداد. در این دوره که با افزایش حضور اجتماعی بهائیان مقارن بود، هیئت‌های اسلامی بسیاری در سراسر ایران برای مقابله با بهائیان تشکیل شدند و به چاپ و نشر آراء خود پرداختند. در این بسیج همگانی روحانیت شیعه هم تشکیلات گسترده‌ای را پیانداخت و هم گفتمان سیاسی را برساخت که زمینه کسب اقتدار سیاسی در آستانه انقلاب اسلامی را فراهم کرد. غریبه‌سازی بهائیان در گفتمان سیاسی نقش تعیین کننده‌ای در شکل‌گیری مفهوم ملت مسلمان ایران داشت. این گفتمان هر گونه دگرگونی را نقشه‌ای استعماری برای شکستن وحدت ملت مسلمان شناسان و ایرانیانی که با ملت مسلمان همدین و همآرمان نبودند غیرخودی و دست نشانده خارجیان فرمودند. رده‌های رئیس و مرجع شیعیان حاج محمد کریم کرمانی نمونه‌ای از گونه نخستین تقابل با باقیان است. کرمانی گمان داشت که علی محمدها خلاف ضرورت اسلام و سیرت ایشان بدعت‌ها مرتکب شده است و پس از بخشمردن بدعت علی محمدها در پایان رساله پیر شهاب در رمضان‌ها، کرمانی به شناسایی انگیزه‌های پیروی از وی پرداخت و نمود جمعی به طبع ریاست اجابت او کردند و جمعی به محض محبت تغییر دولتی و اوضاعی و بعضی به ادابت دولت‌های ظاهره و جمعی از راه شدت ظلم و جور در عالم. در این انگیزه شناسی به نقل کرمانی هر کسی به خیال به اهل باب پیوست و امر این مرد واقف را شهرت داد. همچون حاج محمد کریم کرمانی ردیه‌های نخست اغلب به ذکر اشتباهات عربی در متون بابی و گزارش‌هایی همچون بی‌شرمی و بی‌حیایی طایفه بابی و بهایی که زن و مرد در مجلس جمع شده، چراغ از مجلس برداشته و زنها با همدیگر هم‌آغوش و زنا می‌کنند می‌پرداخت. این هم نوعی از ردیه‌های هم دوره اول هستش که همکاران عزیزم خانم دکتر میلانی و متعهد در این باب تحقیقات خیلی مهمی کردند. در این ردیه‌ها نقش فعال قرةالعین در جنبش بابی نشانی از فساد اخلاقی آنها پنداشته شد. پس از این دوره نخستین جدل با بابیان و بهائیان از مبانی درونی و دینی به عوامل برونی و سیاسی تبدیل شد. این برونگرایی جدلی که در دهه ۱۹۴۰ همه‌گیر شد، به جای آنکه همچون پیش به مباحث کلامی و فقهی و اعتقاداتی بپردازد، آیین بهائی را بکن ساخته قدرت‌های استعماری همون که قبلا گفتم برای فروش دستن وحدت دینی شناسان. این نگرش برون پرداز با چاپ و پخش گسترده یادداشت‌های پرنس تنیاز داگورکی در اوایل دهه ۱۹۴۰ شکلی داستانی و همفهم و زود باور داشت. این داستان داگورکی را خانم دکتر یزدانی مقاله خیلی شایسته‌ای در موردش نوشتن که در نشریه ایراننامه به چاپ رسیده است. این یادداشت‌ها که به شکل اعترافات سیاسی شاهزاده روسی نوشته شده، در واقع داستان جذاب و گیرای جاسوسی بود که رویدادهای تاریخی را در روایت و شرح خیالی برای جدلی مسخره‌ای به کار گرفت. نویسنده ناشناخته این داستان سیاسی و جاسوسی بیشک با داستان پروتکل بزرگان صهیون Protocol of the Elders of Zion که در سال 1903 منتشر شده بود آشنا بود و همون شگرد را برای آفریدن داستانی باورکردنی به کار برد. فرضیات این داستان که حتی امروز هم واقعی و مستند پنداشته می شود مبانی اساسی بهایی هرسی، بهایی ستیزی و بهایی آزاری در 70 سال گذشته را فراهم ساخته است. با بکارگیری تخیلی سفیر روسیه در ایران که یادداشت‌هایی نیز نوشته بود، در این داستان پرنس دالبورکی در ژانویه 1831 وارد تهران شد، در مدرسه پامنار عربیان و با برکردن عبا و انامه به جاسوسی کرد. در همان زمان او با میرزا حسین علی نوری و هاولا و میرزا یحیی نوری صبح ازد آشنا شد و آنها را به خدمت گرفت. اینا همه بر اساس روایت داستان یادداشت‌های دالبورکی است. دالبورکی چندی نیز با نام شیخ عیسی لنکرانی در مجلس درس سید کاظم رشتی در عتبات حضور یافت و در آنجا با سید علی محمد باب که همدرس و همسایه‌اش بود دوست شد. به روایت این داستان که نماینده تاریخ شبه روشنفکری ایران از دهه‌های پیش از انقلاب مشروطیت میباشد و در همین زمینه هم دکتر بهمن یک کتاب خیلی ارزنده دارند. این سفیر روسی کارگردان اصلی پیدایش باب و آیین بهایی و نویسنده واقعی انواع باب و بهاءالله معرفی شد. این بهایی داستانی که از طریق نشریات اسلامی و مدارس نظم در مدت کوتاهی فراگیر شد، این جنبش بومی برخواسته از وطن فرهنگی ایران و پرورده پیشتازان فکر دینی در دوره قاجار را حرکتی ساخته و پرداخته یک دیپلمات روسی ناآشنا با دین اسلام و فرهنگ ایران درنمود. این تاریخ آغازین جنبش بهایی رو جناب دکتر امانت در موردش کتاب خیلی ارزنده‌ای دارند. اگرچه این یادساخته‌ها معتقدان بسیاری در میان علما و روشنفکران ایرانی داشت، پیش‌فرض یادداشت‌های دالبورکی زبون و ساده‌دلی مردم و علمای ایران بود. از طریق همین داستان شاهزاده دالبورکی در روایت‌های زاده از آن بود که دست‌های پنهان روس و انگلیس و قدرت‌های استعماری نقش تعیین کننده در فرهنگ سیاسی ایران یافتند. من فکر می‌کنم این موضوع خیلی مهمی هستش که چطوری یادداشت‌های دالبورکی بر علیه بهائیان به کار گرفته شده. بعدا این نظریه رو که دست پنهان روس و انگلیس همه جا هست اصلا تئوری رو جدا نمی‌کنه. چندی پس از انتشار یادداشت‌های دالبورکی خیلی از کسانی که به عنوان تاریخدان شناخته می‌شدند همین نظریه رو دوباره تولید کردن، بازتولید کردن و از جمله این کسان تاریخدان فرهیخته فریدون حاتمیان هستش که در امیرکبیر و ایران روایت رو عرضه کرد که متقارن با همین یادداشت‌های دالبورکی بود. همچنین یادداشت‌های دالبورکی در این روایت پیش بهایی مظهری سیاسی و ساخته و پرداخته دشمنان ایرانی برآمده شد. این روایت‌های نهان‌پژوه که اراده و انتخاب آگاهانه مردم در نقشی نداشت، در اصل شگردی برای دگرپردازی و دگرزدایی بودند. معماران ایرانی این شگرد حریفان خویش را با افتراء و تهمت وابستگی و سرسپردگی به سادگی منفوب همگان ساختند. این شگرد که نخستین بار علیه بابیان و بهائیان به کار گرفته شد، گفتمان و سامان سیاسی ایران را به شکل روزافزونی به سوی نفرت پروری، خشم آوری، خشونت ستایی و خودکامگی گسیل داد. فراگذشتن از نفرت و خشونت نیز بدون تبارشناسی تاریخی این دگرپردازی و دگرآزاری ممکن نخواهد بود. غیر خودی شمردن بابیان و بهائیان که با انتشار یادداشت که نیاز دالبورکی آغاز شده بود با تأسیس کشور اسرائیل در سال 1948 اوج بیشتری بود. آیین بهایی که پیش از پیدایش جنبش صهیونیست در 1980 مرکز جهانی خود را در فلسطین بنا نهاده بود، پس از تأسیس آن کشور عامل صهیونیسم علمدار شد. به این ترتیب احساسات سیاسی ضد صهیونیستی در دفاع از آوارگان فلسطینی با یهودی ستیزی و بهائی ستیزی در هم آمیختند. با نزدیک شدن دولت ایران به کشور اسرائیل که در تحریم‌های سیاسی دست نشانده دولت امریکا شناخته می‌شد، احساسات ضد دولتی و ضد امریکایی نیز بر زنجیره بهائی ستیزی افزوده شد و آن را مفهومی کاملا سیاسی داد. در این زنجیره غریبه‌سازی هویت ایرانی بهائیان و دلبستگی آنان به فرهنگ کشور ایران جایی نداشت. بهائیان عیاری صهیونیسم، عامل استعمار و دشمن ایران و اسلام شناخته شدند. در روند تاریخ‌زدایی که بهائیان را عیاری صهیونیسم برمی‌نمود، از یاد برده شد که میرزا فخرالله آل‌رضا، یکی از کارمندان بهائی وزارت امور خارجه، نخستین ایرانی بود که از کوشش صهیونیست‌ها برای ازدیاد نفوذشان در فلسطین حتی پیشتر از سیاستمداران عرب ابراز نگرانی کرده بود. جالب است که علمای ایرانی تنها در طی بحران‌های دهه ۱۹۴۰ که به تأسیس کشور اسرائیل انجامید به اهمیت ازدیاد نفوذ یهودیان در فلسطین پی بردند. با اوج‌گیری بهائی‌ستیزی، فرضیات نژادپرستانه‌ای که بر علیه یهودیان به کار گرفته می‌شد به بهائیان نیز نسبت داده شد، همان‌گونه که تهمت خیانت یهودیان به جنبش یهودی‌زدایی در اروپا انجامید، کاربرد تهمت‌های اینگونه درباره بهائیان جنبش ضد بهائی را بخش لایمفک نهضت اسلامگرا برای پیانداختن آینده‌ای تک مذهبی در ایران پیش از اسلام ساخت، پیش از انقلاب اسلامیسم. بسیاری از سخنگویان و مبارزان اسلامی در دو دهه پیش از انقلاب بیش از هر چیز تکیه بر آن داشتند که نه اسلام در موقعیت خطرناکی قرار گرفته. به عنوان نمونه محمد جواد باهنر در هیئت مکتب حسین در ۱۹ شهریور ۱۳۴۶ هشدار داد که دین در معرض خطر قرار دارد. تبلیغات بهائیان روز به روز بیشتر می‌شود. کمی به خدا و در فکر دین باشید. در این پنداشت فراگیر تمام برنامه‌های فرهنگی دولت از جشن هنر شیراز تا تقویم هجری، کوشش‌های فرقه ظالمه و عیاری استعمار و اسلام و عیاری استعمار و دشمنان اسلام برای تغییر شخصیت اسلامی مملکت دانسته شدند. در این نگرش انقلابی حتی مسئولیت سرکوب‌های خشونتبار ساواک نیز بر دوش بهائیان گذاشته شد. به دیگر سخن گفتمان انقلابی و اسلامگرا در بهائیان را در تمام سیاست‌های ناسنجیده دولت شاه سهیم می‌دانست. جنبش ضد بهائی که از دهه ۱۳۲۰ با تبلیغات اسلامی درآمیخت، نقش مهمی در تبدیل ایمان اسلامی به مبارزه سیاسی داشت. به جای بررسی مبانی ایمانی آن بهائی، مبارزان اسلامی از آن پس تأکید داشتند که آن بهائی مظهر سیاسی است که دولت‌های استعماری برای تثبیت اسلام برپا ساخته‌اند. بنابراین شرکت کنندگان در جلسات هیئت‌های اسلامی و انجمن‌های ضد بهائیان بیش از پیش نگران آینده اسلام بودند. تشدید این نگرانی وسیله‌ای برای تبدیل زهد و ایمان به آگاهی و ایدئولوژی سیاسی و تشویق به مبارزه برای اسلام بود. بدین دلیل جلسات هیئت‌ها و انجمن‌های ضد بهائی مکان‌های مناسبی برای جلب افراد به سوی سازمان‌هایی همچون مجاهدین خلق، امت واحده، حزب ملل اسلامی و هیئت مؤتلفه بودند. با در هم پیوستن جنبش ضد بهائی با جنبش‌های ضد صهیونیستی، ضد استعماری و ضد امپریالیستی، مبارزه برای پاکسازی بهائیان به مبارزه برای سرنگونی سلطنت پهلوی تبدیل گردید. در جنبش آزادی خواهانه مردم ایران، آزادی مدنی بهائیان اسارت ملت مسلمان انداخته شد و در نتیجه جامعه مدنی ایران در نیمه دوم قرن بیستم دچار تناقضی شد که همچنان ادامه دارد. بدون بازنگری تاریخی به روایت‌ها و نهادهایی که شهروندان ایران را در زادگاه خویش غیرخودی و غریبه می‌دارند، آزادی‌خواهی آرمانی خام خواهد بود. تنها بازنگرخویشی و ساختن روایت‌ها و نهادهایی دگرپذیر و دگرنما و دگردوست شیرازه آزادزیستی و تساوی شهروندی فراهم خواهد آورد.